سلام و درود به تمامی همراهان عزیز لذت داستان من شهرزاد هستم و اینجا هر شب براتون یه داستان دنباله میخونم امشب میخوام قسمت پنجم از داستان زیبا و واقعی شاهزاده خانم عرب رو برای شما بخونم توی قسمت قبل داستان رو تا اونجایی براتون خوندم که سلطانه وسایل ممنوعه علی رو, رو روی پله های مسجد رها میکنه روحانیون برای تنبیه علی به خونی اونها میان و پدرش با سختی زیاد و دادن مبلغ زیادی پول اونها رو راضی میکنه که از علی شکایت نکنند. اونها به همراه خواهرش نورا و شوهرش احمد برای مسافرت به سمت قاهره میرند. اما علی توی این سفر یکی از دوستانش به نام هادی رو هم با خودش برده بوده. هادی توی این سفر برای اونها مشکلات زیادی به وجود میاره. اگر میخواین ادامه این داستان رو بشنوید فراموش نکنید که همین اول ویدیو رو لایک کنید و اگر من رو سابسکرایب ندارید حتما همراهی کنید. تا هر شب شنونده یکی از زیباترین افسانه های ایران و جهان باشید فراموش نکن که نظرت رو راجع به این داستان حتما برام کامنت کن بریم تا با هم این داستان جذاب رو بشنویم پس از آن چه از حادی شنیده بودم انتظار عمل روز بعد او رو نداشتم احمد لیموزینی اجاره کرد تا نورا و سارا و مرا برای خرید بیرون ببرد. خودش آزمه ملاقات فردی بازرگان شد. راهنمای مصری ما که در نقش راننده نیز عمل میکرد، فرزندان نورا و مستخدمان فیلیپینی را به استخر بود. زمانی که ما خانه را ترک میکردیم، علی و هادی که از کمخوابی شب قبل خسته شده بودند، مشغول استراحت بودند. گرمای خفقان آور شهر زود سارا را خسته کرد. من به او پیشنهاد کردم که به آپارتمان برگردیم و نورا خرید خود را ادامه دهد. نورا موافقت کرد. راننده من و سارا را به آپارتمان برگرداند و خود از نوع آزم مرکز خرید شد تا نورا را به آپارتمان برگرداند. با ورودمان به آپارتمان صداهای خفه‌ای به گوشمان رسید. من و سارا به دنبال صدا به جانب اتاق علی و هادی رفتیم. در اتاق باز بود. برادرمان و هادی مشغول خندیدن بودند. با دیدن این صحنه دردناک سارا فریاد کشید و شروع به دویدن کرد. علی با چهره که از خشم کبود شده بود مرا از اتاق بیرون راند و با ضربه لگدی به زمین انداخت. من به دنبال سارا دویدم. در اتاق من هم دیگر را در آغوش کشیدیم. از پایین همچنان صدای دردمند و وحشت زدی دخترک به گوش می رسید. من که آرام و قرار نداشتم از نو به طرف پله ها رفتم. دیوانوار در جستجوی یافتن راه حلی بودم که درست در همان لحظه زنگ در به صدا درآمد. علی در را باز کرد. زنی مصری حدوداً چهل ساله در پشت در ایستاده بود. علی چهل پند مصری به دست زن داد و از او سوال کرد که آیا فرزندان دختر دیگری هم دارد؟ زن پاسخ مثبت داد و گفت که فردا باز خواهد گشت. هادی دخترک گریان را از اتاق بیرون راند و مادر بدون آن که واکنشی نشان بدهد دست دخترک را گرفت و در را پشت سرش بست. زمانی که نورا با خشم این داستان را برای احمد نقل کرد احمد به نظر متعجب نمی رسید او لبهایش را به هم فشرد و گفت در مورد جزئیات این داستان بعدا تحقیق خواهد کرد بعدها احمد به نورا گفت مادر با رضایت تام دخترانش را به علی و هادی فروخته بود و کاری از دست او ساخته نبود علی و هادی به رغم عمل رسوای آمیزشان به روی خودشان نمی آوردند انگار هیچ حادثه اتفاق نیفتاده بود. من هادی را به باد تمسخر گرفتم. با تحقیر به او گفتم که مرد مذهبی نمیتواند تا این اندازه با پریزگاری بیگانه باشد. او از ته دل خندید. به سراغ علی رفتم و او را تهدید کردم که ماجرا را برای پدر نقل خواهم کرد. او نیز از ته دل خندید. بعد به طرف من خم شد و گفت برو بگو من حرفی ندارم. او گفت که پدرمان خودش نشانی مردی را که در این زمینه فعالیت می کند به او داده. او لبخندی بر لب آورد و گفت که این کار بسیار هیجان انگیز است. به علاوه خود پدر نیز هر زمان که به قاهره میآید با این مرد تماس میگیرد. انگار دچار برق گرفتگی شده بودم سرم آتش گرفته بود دهانم باز مانده بود حیرت زده و مبهوت به برادرم خیره شده بودم برای نخستین بار این فکر به ذهنم راه یافت که مردها همه مردها خبیس و شیطان صفتند. دلم میخواست خاطری آن روز را محف سازم و بار دیگر به دنیای محسوم کودکی بازگردم. به آرامی از آنجا دور شدم. فکر اکتشافات احتمالی آیندم در مورد مردها بدنم را به لرزه در میآورد. هنوز همقاهره را شهری پرشور و حال میافتم. اما فساد ناشی از فقر حاکم بر آن موجب گشت که افکار اولیم را از نو زیر و رو کنم. در طول آن هفته به کرات مادر مصری را دیدم که در آپارتمان های مختلف را میکوبید و هر بار دست دخترک کوچکی را در دست داشت. من و سارا ساعتهای متوالی با نورا در مورد این پدیده خاص حرف زدیم. نورا آهی کشید و گفت احمد میگوید این روش زندگی در بسیاری از مناطق جهان شایع است. زمانی که من فریاد کشیدم و گفتم حاضرم از گرسنگی بمیرم اما کودک خود را تسلیم این گلک های درنده نکنم نورا با من موافقت کرد. اما گفت تا زمانی که گرسنگی بر کسی غلبه نکرده گفتن این حرفها ساده است. ما قاهره و ماجراهای آن را پشت سر گذاشتیم. سارا سرانجام فرصت آن را یافت که کشور محبوبش ایتالیا را ببیند. اکنون اعتقاد داشت که واقعیت حتی ماورای رویاه های اوست. ما به شهرهای ونیز، فلورانس و روم سفر کردیم. صدای خنده ایتالیایی ها هنوز هم در گوش من زنگ میزند. تصور می عشق مردمان این کشور به زندگی که یکی از موهبات بزرگ خداوندی است معماری و هنر آن را نیز تحت و شعا قرار داده. در میلان، مقدار پولی که نورا در عرض یک روز خرج کرد، به مراتب بیش از درآمد بسیاری از افراد در طول یک عمر بود. احمد و نورا دیوانوار به خرید وسایل مختلف پرداختند. انگار با این عمل خود خلع زندگیشان را پر می کردند. علی و هادی وقت خود را صرف خرید زنها کردند. زیرا که خیابانهای ایتالیا شب و روز مملو و زنان جوان و زیبایی بود که به خود فروشی می پرداختند. من چهره واقعی علی را مثل همیشه می دیدم. مرد جوان خودخواهی که تنها به ارزای خواسته های خود می اندیشید. اما از نظر من حادی شیطان مجسم بود. زیرا زنها را می خرید و در عین حال عمل آنها را محکوم می کرد. هادی این زنها را میخواست و در عین حال از آنها و از نظامی که با آنها آزادی بخشیده بود نفرت داشت. از نظر من ریاکاری او جوهر طبیعت شیطانی مردها بود. هواپیمای ما در فرودگاه ریاض به زمین نشست. من با ورود به این سرزمین خود را برای رویارویی با ناملایمات بیشتری آماده کردم. در چهارده سالگی من به دنیای زنان پیوسته بودم و تقدیر دشواری در انتظارم نشسته بود. دلم میخواست به سالهای کودکیم بیاویزم و مانع از رفتن آنها شوم. به یقین زندگی من در نقش یک زن مملو از جدال و رویارویی های بی پایان با نظام اجتماعی سرزمینم میگردید که زن را قربانی میپنداشت. اما وحشت من از آینده به زودی در قبال فاجعه دردناکی که اتفاق افتاده بود رنگ باخت. من وارد خانه شدم و مادرم را رو به احتضار یافتم پایان سفر یکی از واقعیات زندگی مرگ است مادرم که از پیروان پراپا قرص حضرت محمد بود از نزدیک شدن مرگش حراسی نداشت او زن مسلمانی با تقوا بود اطمینان داشت که از بهشت نصیبی خواهد برد تنها از جانب دختران مجرد خود نگران بود مادرم تنها حامی ما بود میدانست که با مرگش به امان خدا رها خواهیم شد مادرم اعتراف کرد که حتی در آغاز سفر ما از بیماری خود و نزدیک شدن مرگش اطلاع داشته آگاهی او بر اساس سه خواب پی در پی بود که به سراغش آمده بود والدین مادرم زمانی که او هشت ساله بود به دلیل ابتلا به تب مرموزی با زندگی ودا کرده بودند مادرم که تنها دختر خانواده بود در طول بیماری کوتاه پدر و مادرش از آنها پرستاری کرده بود. ظاهر امر نشان میداد که حال آن دو رو به به است. اما روزی طوفان وحشتناکی آغاز شده بود. پدر او در بستر نیم خیز شد. لبخندی به لب آورد و چهار کلمه بر لب رانده بود. من باغ را می بینم. و آخرین نفس را کشیده بود. مدت کوتاهی پس از این حادثه مادرش نیز جان سپرده بود. مادرم در اختیار چهار برادرش قرار گرفته و به زودی به همسری پدرم درآمده بود. پدر بزرگم مردی بسیار مهربان و با اطوفت بود. او دخترش را به اندازه پسرانش دوست داشت. زمانی که مردهای قبیله او از تولد نوزاد دختر خود شکوه و شکایت می کردند، پدر بزرگم می خندید و به آنها می گفت بایستی از خداوند به خاطر فرستادن موجودی لطیف و ظریف به خانهشان تشکر کنند. مادرم می گفت اگر پدرش را از دست نداده بود، هرگز در سنین کودکی به عقد ازدواج پدرم در نمی آمد. زیرا پدر بزرگ سالهای آزادی دوران کودکی را از او نمی گرفت. من و سارا در کنار بستر مادرم نشسته بودیم و او خوابهای آشفته خود را برای ما نقل میکرد. نخستین رویا چهار شب قبل از اقدام سارا به خودکشی به سراغ مادرم آمده بود. من در چادر بادی نشین ها بودم. درست به شکل چادر دوران کودکیم. مادر و پدر را جوان و سالم در مقابل خود می دیدم. صدای برادرانم را از دور می شنیدم که گوسفندها را از چراگاه بر می من به طرف پدر و مادرم دویدم اما آنها مرا نمی دیدند و صدایم را نمی شنیدند. دو تن از برادرانم که از دنیا رفتن وارد چادر شدند و در کنار پدر و مادرم نشستند. برادرهای مشغول خوردن شیر شطور در فنجانهای کوچک بودند و پدرم دانه های قهوه را خورد میکرد. کرد. رویای من با شعری که پدرم در مورد بهشت ساخته بود پایان یافت. آب زلال رودخانه ها در جریان است و سایه درختان سر به فلک کشیده مان از تابش انوار خورشید است خرمن خرمن میوه در اطراف ما انباشته است و شیر و اصل و عزیزان ما به انتظار نشستند به انتظار آنانی که بر روی کره خاکی به دام افتادند رویا به آخر رسیده بود مادر می گفت که اهمیتی به آن نداد و با خود اندیشیده بود که این پیامی از جانب خداوند بوده است تا او را از جایگاه بهشتی پدر و مادر و برادرانش آگاه سازد. یک هفته بعد سارا به خانه آمد و رویای دوم مادرم ظاهر گشت. این بار تمامی درگذشتگان گذشتگان در زیر درخت چناری جمع شده بودند. آنها به خوردن خوشمزه ترین غذاهای ممکن در ظروف نقره مشغول بودند. اما این بار مادرم را دیدند. پدر و مادرش به استقبال او آمدند و دستش را گرفتند و بر سر سفره نشاندند و به او غذا تعارف کردند مادر می گفت که در خواب دچار وحشت شدیدی شده بود قصد فرار داشت اما پدرش لحظه به لحظه بر فشار دستش میافزود. مادرم با التماس از پدرش تقاضای آزادی کرد به او یادآوری نمود که فرزندان جوانش در خانه به انتظار او هستند اما مادر بزرگم از جایی بلند شد دستش را بر روی شانی مادرم گذاشت و گفت فاضله خداوند مراقب دخترانت خواهد بود وقت آن رسیده است که مراقبت آنها را به خداوند بسپاری مادرم از خواب بیدار شد از همان لحظه احساس کرد که زمان وداش با زندگی فرا رسیده است دو هفته پس از عزیمت ما دردهای پشت و گردن مادر آغاز شد او دچار سرگیجه و تهوع شدیدی گشت مادرم میدانست که فرصت چندانی ندارد پس به پزشک مراجعه کرد ضمن بیان بیماری خود به رویاهایش نیز اشاره نمود پزشک اعتنایی به رویاهای مادر نکرد اما نگران علائم بیماریش شد به زودی روشن شد که قده بزرگی بر روی ستون فقرات مادرم نمایان شده است و سرانجام در شبیه که پزشک مادرم را از بیماری لاعلاجش آگاه ساخت رویای سوم ظاهر شد در خواب مادرم در کنار پدر و مادر خود نشسته بود و با شادی و لذت مشغول خوردن ماعده بهشتی بود پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگش و سایر اقوامی که از جهان رخت بربسته بودند در آنجا حاضر بودند ناگهان چشم مادرم به اطفال کوچکی افتاد که روی زمین بازی می کردند و پروانه ها را دنبال می نمودند. مادر بزرگم به مادرم گفت فاضله چرا به کودکانت توجه نمی کنی؟ مگر نه اینکه که از خونه تو هستند؟ ناگهان مادرم به خاطر آورد که آن کودکان به او تعلق دارند. کودکانی که در سالهای اولیه کودکی مرده بودند. آن پنج کودک در آغوش مادرم جمع شدند و مادرم آنها را نوازش کرد. مادرم داشت به سوی دلبندان از دست رفتش می شتافت و دلبندان جهان خاکیش را از دست میداد. مادرم ما آره را ترک می گفت. خدا را شو که مادرم در زمان مرگ متحمل رنج زیادی نگردید. من دوست دارم فکر کنم که مادرم از آزمایش خداوندی بر روی کره خاکی روسپید بیرون آمده بود. زیرا زنی خدا دوست و با ایمان بود همه ی مسائب را با شکیبایی تحمل کرده بود و خداوند در لحظات واپسین رنج بیشتری به او روا نداشت. دخترهای او لحظه ای از کنار بستر مرگش دور نمی شدند. با محبت و عشق بیکران خود مادر را احاطه کرده بودند. مادرم نگاهش را به یکی که ما می دوخت. بیان که کلمه بر زبان راند با ما خداحافظی می کرد. زمانی که نگاهش بر چهره من آشیانه کرد نشانه های نگرانی شدید را در آن نگاه پریشان خواندم. مادرم به خوبی می دانست که من دخترکی که هرگز در مقابل ضربات طوفان خم نمی شود زندگی دشوارتری را تجربه خواهد کرد امه هایم بدن مادرم را قسل لادند و در کفن سفید پوشاندند. من در آن لحظات بدن رنجور او را میدیدم دیدم که رنج زایمان های مکرر و بیماری چه بر سرش آورده بود چهره مادرم آرام بود. زیرا از نگرانی های این جهان رهایی یافته بود. با خودم فکر کردم که مادرم پس از مرگ جوانتر از دوران زندگیش به نظر میرسد. باور نداشتم که مادرم شانزده کودک به جهان آورده است که یازده تن از آنها زنده ماندند. خیشاوندان نزدیک به همراه سایر همسران پدرم و بچه هایشان به خانه ما آمدند. صدای قرآن از گوشه و کنار خانه به گوش می رسید. جسد در کفن پوشیده شده ی مادرم در صندلی عقب لیموزینی جای گرفت و عمر هدایت اتومبیل را به عهده گرفت. سنت ما زنان را از شرکت در مراسم خاک سپاری من می کند. اما من و خواهرانم در مقابل پدرمان ایستادگی کردیم. او با این شرط که آرامش خود را حفظ کنیم و شیون و زاری نکنیم به ما اجازه شرکت در مراسم داد. پس تمام خانواده در سکوتی غمبار اتومبیل حامل جسد مادرم را دنبال کرد. در اسلام نمایان ساختن درد و رنجی که از مرگ عزیزی به سراغ فرد میآید ابراز نارضایی از حکمت خداوندی است. به علاوه خانواده ما متعلق به منطقه نجد بود. افراد این منطقه هرگز در غم عزیزانشان به سوگواری آشکار نمی نشینند. مستخدمان سودانی در بیابان بیکران سرزمین ما گوری را برای مادرم آماده کرده بودند. جسد مادرم به آرامی آر در درون خاک قرار داده شد و علی که تنها پسر او بود کفن را از صورتش کنار زد. خواهرانم با وحشت عقب عقب رفتند اما من چشم از صورت او بر نمی داشتم. من آخرین زاده او بودم و تا آخرین لحظه در کنارش می ماندم. ناگهان از تماشای خاکی که خدمتکاران بر روی صورت و بدن مادرم می ریختند بدنم به لرزه درآمد. در حالی که به تماشای این صحنه دردناکی ایستاده بودم شعری را از شاعر بزرگ لبنانی خلیل جبران به خاطر آوردم. شاید ازای انسانها عروسی فرشتگان باشد. مادرم را در کنار پدر و مادرش به تصور درآوردم و فرزندان کوچکش که در آغوشش جمع شده بودند با این اطمینان که من نیز روزی مادرم را از نو لمس خواهم کرد اشکهایم را از چهره پاک کردم و به طرف خواهرانم رفتم لبخندی که بر لب داشتم خواهرانم را از حیرت بر زمین میخکوب کرد به آنها گفتم که خداوند این شعر زیبا را در آن لحظات دردناک در ذهن من حاضر کرده است تا دردم را تسکین دهد خواهرانم با دقت به شعر گوش کردند و سرشان را به علامت تایید تکان دادند ما مادر را در دل بیابان بیکران تنها گذاشتیم با این حال نفقدان سنگ قبری که حکایت از حضور مادرم در آن نقطه بنماید و نه فقدان مراسم مذهبی که از زندگی زن ساده و بیالایشی سخن بگوید که شعلهی فروزان از عشق و محبت بود دیگر هیچ چی کازارم نمیداد. پاداش او پیوستن به عزیزانش بود و او به انتظار ما می برای نخستین بار در زندگیم علی را آشفته حال و پریشان یافتم. اندوهش عمیق و آشکار بود. پدرم چیزی برای گفتن نداشت. از روز مرگ مادرم از روبرو شدن با ما احتضار میکرد او پیغام های خود را از طریق همسر دومش که هرگز نمی جای مادرم را بگیرد برای ما می درست پس از یک ماه علی به ما خبر داد که پدرمان در صدت ازدواج است. زیرا که داشتن چهار همسر چه در میان ثروتمندان چه فقرای بادی نشین یک باید است. قرآن میگوید که رفتار مرد باید با همه زنان خود یکسان باشد. ثروتمندان سعودی از جهت تأمین زندگی مرفه یکسان برای همسران خود با مشکلی روبرو نبودند. اما افراد فقیر این سرزمین چاره ای جز برپا کردن چهار چادر مختلف در دل بیابان ندارند. تنها طبقه متوسط عربستان هستند که به داشتن یک زن قانند. زیرا آنان نمی توانند زندگی متوسطی برای هر چهار زن تعمیل کنند. پدرم در صدد ازدواج با یکی از اموزادگان خود از خاندان سلطنتی سعودی بود. راندا همبازی دوران کودکی من. عروس تازی پدرم پانزده ساله بود. تنها یک سال بزرگتر از من که کوچکترین فرزند مادرم بودم. چهار ماه پس از مرگ مادرم من در مراسم عروسی پدرم شرکت کردم سرابهای وجودم را خشمی سرکوب شده فرا گرفته بود من از مراسم شادی و سرور کناره می گرفتم بعد از به دنیا آوردن شانزده کودک و یک عمر خدمت و بردگی خاطری مادرم به سهولت از ذهن پدرم پاک شده بود مراسم ازدواج پر جلال و با بود نسبت به راندا همبازی سابقم احساس نفرت شدید داشتم. او جای خالی مادرم را برای پدرم پر می کرد. عروس زیبا و جوان بود. پدرم او را از تالار بزرگ به جانب هجلگاه هدایت کرد. ناگهان نگاه هم به چهره نگران و مستره به عروس افتاد. لبهایش از شدت ترس می لرزید و من با مشاهده وحشت و ناامیدی دخترک ناگهان دچار شرم شدم. نفرت سیاه هم مبدل به همدردی و دلسوزی گشت. دیدم که راندا عضوی از طایفه سیاه اقبال زنان است و اسیر چنگال مردانگی سعودی ها. پدرم برای ما با عروس جوانش مدتی طولانی به پاریس و مونتکارلو رفت. من به انتظار بازگشت راندا ماندم. با خود عهد بستم که این زن جوان را بیدار سازم و به راه درست هدایت کنم. راه آزادی زن در سرزمینمان. من نه تنها راندا را با مسیر تازه آشنا ساختم بلکه پدر را نیز دچار دردسر و, درد و آشفتگی می نمودم. اصلا قادر به بخشیدن پدر نبودم زیرا او زنی از خودگذشته و مهربان را که مادرم بود به راحتی به دست فراموشی سپرده بود. رفیقه ها پدرم و راندا بعد از بازگشت از سفر ما به ویلای ما نقل مکان کردند. با مرگ مادرم همسر جدید پدر مسئولیت داشت و مادری را در مورد کودکان کوچکتر به عهده بگیرد. و از آنجایی که من کوچکترین فرزند خانواده بودم و با راندا تنها یک سال تفاوت سنی داشتیم این سنت به نظر مسخره و باور نکردنی میرسید. در هر حال در عربستان سعودی تکروی امری غیر قابل قبول است. همه ناگزیر از تبعیت از سنت ها هستند. پس راندا دخترک نوجوان سرپرستی فرزندان و خانه عظیم پدرم را عهده دار گشت. راندا از سفر ماحصل خود شکسته و ساکت به خانه بازگشت. او هرگز لبخند نمیزد جز کلمات ضروری چیزی بر زبان نمی آورد و به کندی در ویلا حرکت می کرد. انگار از چیزی می ترسید. پدرم از تملک همسر جدیدش بسیار خورسند به نظر می رسید. زیرا شبهای متوالی در اتاق عروس جدیدش به سر می بود. بعد از سه هفته که پدرم جز راندا به کس دیگری توجهی نشان نمیداد، علی در مورد مهارت و میل جنسی پدرم شروع به لطیفه گویی کرد. از برادرم سوال کردم که در مورد احساسات راندا چه فکر می کند که با مردی همسن پدرش پیوند ازدواج بسته است. مردی که نمی شناخت و عشقی به او نداشت. واکنش علی به روشنی نشان داد که هرگز چنین افکاری به ذهنش خطور نکرده است. مسائلی از این دست ماورای درک و شعور ناکامل اوست. رفتار او به من یادآوری کرد که هرگز هرگز چیزی در دریای سیاه خود پرستی مرد سعودی نفوذ نخواهد کرد. من و راندا فلسفه های متفاوتی داشتیم. او اعتقاد داشت که آنچه بر پیشانی انسان نوشته شده باشد عملی خواهد شد. و من می که تصویر ذهنی هر کس در زندگیش منعکس خواهد شد. به علاوه، راندا به گونه دردناک خجول و ترسو بود در حالی که من با قدرت و خشونت به استقبال زندگی می شتافتم. چشمان راندا را می دیدم که اغربه های ساعت را تعقیب می کردند. از چند ساعت قبل از ورود پدرم به خانه برای نهار یا در غروب بیقراری و ناآرامی راندا آغاز می شد. پدرم به او دستور داده بود که قبل از ورود وی به خانه غذایش را بخورد، حمام کند و خود را آرایش نماید، و آماده ورود پدرم بماند. هر ظهر راندا از آشپز میخواست که غذایش را آماده کند. او به تنهایی غذایش را صرف می و بعد به اتاق خود میرفت. معمولا پدرم در ساعت یک بعد از ظهر وارد ویلا می غذایش را میخورد و بعد به اتاق عروس تازهش میرفت. سپس در حدود ساعت پنج بعد از ظهر ویلا را ترک می و به دفترش برمیگشت. در عربستان ساعت کار به دو بخش تقسیم می شود. از ساعت نه صبح تا یک بعد از ظهر و بعد از چهار ساعت استراحت از پنج بعد از ظهر تا نه شب. من با دیدن نگاه خسته و غمزده راندا به این فکر افتادم که با پدرم در مورد نست سریح قرآن که هر مرد مسلمانی را دعوت به توجه همسان به همسران خود می نماید صحبت کنم. از زمان ازدواج پدرم هر سه زن دیگر کاملا نادیده گرفته شده بودند اما شهامت این گفتگو را با پدر در خود نیافتم این برنامه هر غروب نیز مانند هر ظهر اجرا شد. راندا از آشپز میخواست که غذایش را آماده کند در ساعت هشت بعد از ظهر روانی اتاقش میشد تا خود را آماده ورود پدر نماید معمولا من راندا را تا صبح روز بعد که پدرم آزم کار میشد نمیدیدم او تا بیرون رفتن پدر از خانه اجازه بیرون آمدن از اتاقش را نداشت آشفتگی روحی من که ناشی از مشاهده زندگی سیاه و غم گرفته راندا بود از نو میل به شرارت را در من زنده کرد من دو دوست نزدیک داشتم که با اعمال غیر مترقبه و شجاعانه خود حتی مرا دچار وحشت می کردند. شاید شور حال آن دو می توانست تغییری در وضع و حال راندا ایجاد کند. من در صدد دایر کردن انجمنی متشکل از خودم، راندا و دو دوست نزدیکم بودم. اما حتی خودم نیز از هدف خود و آنچه در سر داشتم ناگاه بودم. ما انجمن خودمان را لبهای زنده نامیدیم. زیرا سرانجام مصمم شده بودیم که با همدیگر به بحث و گفتگو بنشینیم. و به جدال با تسلیم بیچون و چرای زنان در قبال سنت های اقدام کنیم. ما اهداف زیر را برای خود تعیین کردیم. در هر موقعیتی در جهت حمایت از حقوق زنان لبهای را به حرکت درآوریم و از هدایت همجنسان خود باز نیستیم. هر عضوی موظف است که هر ماه عضو تازه ای را به اعضای انجمن معرفی کند. نخستین هدف ما جلوگیری از ازدواج دختران جوان با مردهای سال خورده است. ما زنان جوان سعودی دریافتیم که مردهای سرزمینمان هرگز در صدد اصلاحات اجتماعی برای زنان بر نخواهند آمد. ما خود ناگزیر از ایجاد اصلاحات هستیم. تا زمانی که زنان سعودی برتری و تسلط مردان را پذیرا بودند، مردها بر دنیای آنها حکومت می کردند. ما اظهار داشتیم که این مسئولیت هر زنی است که نه تنها بر زندگی خود بلکه بر زندگی زنان دیگری که در دایره کوچک اطراف او قرار دارند نظارت و تسلط داشته باشد زنان ما در طول قرنها آنچنان سرکوب شدند که حرکت ما نیازمند یک بیداری روح بود دوستم نادیا وفا از خاندان سلطنتی نبودند اما از فرزندان خانواده های معتبر ریاض بودند. پدر نادیا صاحب کارخانه بسیار بزرگ بود. از آنجایی که حق و حساب چشمگیری به شاهزادگان سعودی می پرداخت، امتیاز استفاده از ساختمان های بزرگ دولتی را کسب کرده بود. او هزاران کارگر خارجی از سریلانکا، فیلیپین و یمن استخدام کرده بود و ثروتش کمتر از شاهزادگان عرب نبود. به راحتی زندگی مجلل سه همسر و چهارده فرزند خود را تأمین میکرد. نادیا هفده ساله بود و دارای هفت خواهر. او با وحشت ازدواج سه خواهر بزرگتر خود را که به دلیل مصالح خانوادگی ناخواسته به عقد ازدواج همسرانشان درآمده بودند نظاره کرده بود. جای تعجب بود که هر سه ازدواج موفق بود. خواهرانش از زندگی خود رضایت داشتند. اما نادیا اعتقاد داشت که این نخوش اقبالی هموار میسر نیست با بدبینی کامل فکر می کرد سرانجام با مردی سال خورده زشت و ستمگر همگر ازدواج خواهد کرد اما نادیا به مراتب خوش اقبالتر از سایر دختران سعودی بود پدر نادیا به او اجازه کسب تحصیلات را عطا کرده به او گفته بود تا 21 سالگی میتواند به تحصیلاتش ادامه دهد و در فکر ازدواج نباشد این مهلت تعیین شده نادیا را به حرکت واداشت او اعلام داشت مصمم است در طول چهار سال باقی مانده ابعاد گوناگون زندگی را تجربه کند تا بتواند ذخیره کافی برای سالهای سیاه و تاریک ازدواج با مردی سال خوده را جمعآوری نماید اما پدر وفا رهبر مذهبی بود افرادگری های او دخترانش را نیز به سوی افراتگری سوق داده بود پدر وفا تنها یک همسر داشت مادر وفا اما او مردی شقی و ستمگر بود وفا سوگند یاد می کرد که هرگز از مذهبی که مردی چون پدر او را به رهبری برگزیده بود تبعیت نکند وفا به خداوند ایمان داشت حضرت محمد را به عنوان پیامبر او می پرستید. اما باور داشت که پیام حضرت محمد را هواخواهانش تغییر شکل دادند زیرا هرگز خداوند چون این ستم و ظلمی را بر زنان روا می دارد. زنان که نیمی از آفریده های او را تشکیل می دهند. خانه وفا بهترین نماد ظلمی بی پایان بود. مادر او هرگز اجازه بیرون رفتن از خانه را نداشت. او زندانی ابدی مردی مذهبی بود. پدر و مادر وفا صاحب شش فرزند پسر بودند و تولد وفا در زمانی که انتظارش را نداشتند موجب حیرت پدر و مادر گردیده بود. پدر وفا آنچنان از تولد نوزادی دختر ناامید و پریشان گشته بود که هرگز توجهی به او نمی کرد. تنها او را امر به انجام دادن وظایفش می کرد. وفا می در خانه می و آشپزی و خیاطی می آمخت. او از هفت سالگی ناگزیر از پوشیدن عبا و روبنده بود. از زمانی که قدم به نه سالگی گذاشته بود، هر روز صبح پدرش از او سوال میکرد که آیا عادت ماهانش آغاز شده است یا نه؟ وفا اجازه معاشرت با یکی دو تن از دوستانش را داشت اما به زودی آنها نیز از اطرافش پراکنده شدند چرا که پدر وفا با سماجت آنها را در مورد آغاز زنانگیشان سوال پیچ میکرد. مادر وفا که از این موقعیت دردناک به تنگ آمده بود در نیمه دوم زندگیش مصمم به مقابله خاموش در قبال خواسته های ناحق شوهرش شده بود. مادر وفا به دخترش اجازه میداد که گهگاه از خانه خارج شود. در مقابل پرسش های شوهرش اظهار می داشت که وفا در خواب یا مشغول خواندن قرآن است. من خودم را دختری سرکش تلقی می کردم. اما شهامت و پایداری وفا و نادیا به من یادآور شد که تا چه اندازه زبون و ناتوانم آنها اعتقاد داشتند که من تنها در جهت برانگیختن ذهن زنها حرکت می کنم و این راه حل مشکلات زنان سعودی نیست تلاش های من بی سمر خواهد ماند حق با آنها بود زندگی من هیچ تغییری نکرده بود من هرگز حادثه‌ای که در پارکینگ مرکز شهر رخ داد فراموش نخواهم کرد این پارکینگ در نزدیکی بازار واقع شده است و خارجی آن را میدان قلع و غم می زیرا در آنجاست که در روزهای جمعه که عید مذهبی ماست سر و یا دست محکومان قطع می شود من شروع عادت ماهانه خود را از پدرم پنهان کرده بودم نورا با این مسئله موافق نبود گفت در صورت پنهان کردن این امر از پدرمان او خود ماجرا را به پدر خواهد گفت پس من همه دوستانم از جمله راندا را به دور خود جمع کردم آزم بازار شدیم تا من پوشش زنانه خود را تهیه کنم عمر ما را با اتومبیل تا در ورودی بازار رساند ما چهار زن جوان از اتومبیل پیاده شدیم قرار شد که عمر دو ساعت دیگر در همان نقطه به انتظار ما بایستد معمولا عمر ما را تا توی بازار همراهی میکرد اما آن روز میبایست کار مهمی می انجام میداد پس ما را در بازار تنها گذاشت به علاوه همسر تازه پدرم ما را همراهی میکرد و جای نگرانی نبود هیچ کس متوجه بیداری تدریجی راندا از خواب طولانیش نبود ما وارد یکی یک دکانهای پارچه فروشی می شدیم و عبا و روبندهای مختلف را امتحان می کردیم من در جستجوی پارچه خاصی بودم چیزی که مرا در این دریای سیاه از سایرین متمایز سازد از اینکه در ایتالیا ابا نخریده بودم خود را سرزنش میکردم ابایی که از بهترین ابریشم ایتالیایی و با زیباترین طراحی ممکن دوخته شده باشد و با پوشیدن آن تمایز خود را نسبت به دیگران عیان سازم همه به من پوشیده در هجاب بودند در طول راه وفا و نادیا را دیدم که در گوش هم نجوا میکردند و میخندیدند من و راندا به جانب آنها رفتیم و علت خندیشان را سوال کردیم. نادیا از زیر روبندش گفت که مردی را که چند روز قبل در بازار دیدند به خاطر آوردند. مرد؟ من و راندا با تعجب به آنها نگاه کردیم. مفهوم جمله نادیا را درک نمی کردیم. بیش از ساعتی طول نکشید که من عبا و روسری و روبندی مصدوبم را یافتم. در حقیقت حق انتخاب زیادی نداشتم. زندگی من بلا فاصله دگرگون شد من به صورت فردی که چهرش احساسات و عواطف او را بر جهان یا نمایان می ساخت وارد بازار شده بودم و در حالی که سرابهایم پوشیده در پارچه سیاه رنگ بود بازار را ترک می گفتم. مخلوقی بی چهره قرق در سیاهی همراهان عزیز لذت داستان امیدوارم که از شنیدن این قسمت از داستان زیبای شاهزاده خانم عرب لذت برده باشید فراموش نکنید که نظرتون را به این داستان حتما برام کامنت کنید روز و روزگار بر شما خوش